برای بسیاری از اروپایی ها این مهم است که به حقوقشان احترام گذاشته شود. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا حقوق شهروندان را در سراسر اتحادیه اروپا تضمین می کند و سال 2009 اجرایی شده است. اما آیا این منشور تنها مجموعی از کلمات بر روی کاغذ است یا اینکه عملا مفاد به اجرا در آمده؟ افراد دارای حقوق مختلفی هستند، مانند حقوق مربوط به آزادی رفت و آمد، حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. اینها حقوق اولیه تمام شهروندان اروپا است، اما هنوز هم شهروندان زیادی هستند که از این حقوق اطلاع ندارند. در این منشور طیف وسیعی از حقوق اساسی در یک سند واحد گردآوری شده است و بالا بردن سطح آگاهی ها برای استفاده مؤثر از این حقوق یک موضوع مهم است. اجرای این منشور از لحاظ قانونی در سطح اتحادیه اروپا الزامی است، اما در واقعیت تنها در صورتی در کشورها قابل اجراست که اصول آن به قوانین ملی منتقل شده باشد و مفاد آن به تعیین نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز رسیده باشد. به پایتخت بلژیک آمده ایم تا با افرادی که کار با منشور بخشی از زندگی روزمره آنهاست گفتگو کنیم. ما با کارکنان مرکز مستقل جدید ارائه کمک‌های حقوقی در ماه ژانویه آغاز به کار کرده است گفتگو کردیم. مرکز حقوق اتحادیه اروپا پروژه مشترک است که با همکاری مؤسسات غیردولتی اروپایی فعال در زمینه ارائه خدمات به شهروندان و دانشگاه کنت در بروکسل آغاز به کار کرده است. این خیلی مهم است که این سند محوری زیربنای فعالیت ها قرار بگیرد. البته در فعالیت های روزانه در این مرکز من به این منشور به عنوان اولین متن مرجع نگاه نمی کنم، بلکه ابتدا به حقوق ملی و سپس قوانین موجود در اروپا می نگرم و سپس اگر نیاز به درک بهتر موضوعی داشته باشم آنگاه به منشور حقوق اساسی مراجعه می کنم. ما می توانیم از بعضی مواد این منشور در کارهای روزانه‌مان در این مرکز استفاده کنیم. مثلا حقوقی مانند آزادی رفت و آمد شهروندان، چیزی که اکنون در سند از آن به عنوان یک حق اساسی یاد شده است. ما می توانیم از این منشور به عنوان مرجعی برای ارائه خدمات قانونی استفاده کنیم و به مردم مشاوره های حقوقی بدهیم و به آنها کمک کنیم. کار ما مانند وکلای حقوقی است. گزارش جدید کمیسیون اروپا درباره این منشور میگوید میزان استفاده دادگاه‌های ملی از این منشور رو به افزایش است. مثلا در اتریش دادگاه اساسی حکم داده است که مردم میتوانند در دعاوی حقوقی محلی خود به این منشور استناد کنند. همچنین در این گزارش آمده است که در سال گذشته نمونه‌های استناد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به مواد این منشور در موارد قضایی دو برابر شده است. بر اساس این گزارش موضوعات مربوط به حقوق اساسی در بسیاری از مکاتبات شهروندان با کمیسیون اروپا نیز مطرح شده است و بیشترین موضوعاتی که شهروندان درباره آنها به منشور استناد کردند ابتدا آزادی رفت آمد و سپس مشکلات سیستم قضایی داخلی و دسترسی به عدالت بود است. پس از آن نیز موضوعات مربوط به حق انتخاب شغل، ارائه خدمات به معلولین و حفاظت از اطلاعات شخصی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما به نظر می‌رسد تا درک کامل منشور استفاده کارآمد از آن راه زیادی مانده است. کارشناسان می‌گویند این سند به اندازه کافی روشن نیست و استفاده از آن در بعضی موارد با محدودیت‌های همراه است. این حقیقت دارد که دادگاه‌های ملی بیش از گذشته به منشور مراجعه می‌کنند، اما واقعیت آن است که به همان میزان تقاضاها از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای احکام اولیه و توضیحات آن نیز افزایش یافته است. هنوز برای توسعه این منشور باید کار کرد و ضروری است که محدودیت‌های آن نیز روشن شود. همه ما می‌دانیم که میزان اعمال آن در سطح ملی بستگی دارد به عملکرد نهادهای اروپایی و قوانین اتحادیه اروپا و این به این معنی است که همه چیز حتی برای دادگاه‌ها خیلی روشن نیست. به زودی این منشور گستره نفوذ خود را افزایش می‌دهد، زیرا پس از الحاق کرواسی به اتحادیه اروپا در این کشور نیز قابل اجرا خواهد بود. مرکز خدمات داوطلبانه اروپا در این فرایند الحاق شرکت می‌کند. در کرواسی تردیدهایی درباره منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا وجود دارد و فکر می‌کنند این منشور نقش دادگاه‌های کرواسی را کمرنگ می‌کند.
اما این صحیح نیست. من فکر می‌کنم این چیز خوبی است و الحاق به اتحادیه اروپا باعث افزایش سطح دموکراسی و حفاظت بیشتر از حقوق شهروندان در این کشور می‌شود. آقای ماماچیلوویچ اهمیت آگاهی از حقوق را به خوبی درک می‌کند، زیرا قبل از پرواز به بروکسل چند روز را به دلیل سردرگمی در شناسایی مدارک مربوط به خدمات داوطلبانه بازداشت شده بود. پرونده او در حال بررسی است. کارشناسان میگویند ما باید اطلاعات ما را درباره حقوقمان افزایش دهیم، آن هم در جهانی که موضوعات اغلب آنطور که انتظار می‌رود روشن نیست.